حکم نماز خواندن در وقتهای مکروه. سوال: حکم نماز نفل خواندن در وقت برآمدن آفتاب و یا غروب آفتاب چیست؟ جواب: از امر ابن عبسه سعدی رضی الله عنه روایت است که گفت: گفتم ای رسول الله، از دانشی که الله تعالی به تو داده است و من نمی دانم به من بیاموز و نماز را به من آموزش بده. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: نماز بامداد را به جا آور، سپس تا وقتی که آفتاب به اندازه یک نیزه بالا بیاید از خواندن نماز خودداری بکن، زیرا آفتاب در وقت برآمدن از میان دو شاخ شیطان طلوع میکند و این زمانی است که کافران برای آفتاب سجده میکنند. سپس نماز بخوان، زیرا نماز خواندن با حضور فرشتگان است و آنگاه که سایه نیزه یا هر چیز دیگری به کمترین حد آن برسد از خواندن نماز خودداری بکن، چون در این وقت دوزخ شعلور و برافروخته می شود و وقتی که سایه به سمت مشرق متمایل شد نماز بخوان، زیرا خواندن نماز با حضور فرشتگان است تا اینکه نماز عصر را به جا آوری. پس از نماز عصر تا غروب آفتاب نماز نخوان، زیرا آفتاب در میان دو شاخ شیطان غروب میکند و کافران در این وقت برای آفتاب سجده میکنند. حدیث با روایت امام مسلم. و به ما امر مستحب است که در این همه وقتها نماز نفل بخوانیم، مگر در وقتهای منشوده که در حدیث وارد شده است. اون وقتها یکم بعد نماز بامداد تا برآمدن آفتاب و بعد 15 دقیقه آن، دوم در نیم روز یعنی پیش از نماز پیشین کمتر و یا بیشتر از 5 دقیقه، سوم بعد نماز عصر تا نشستن آفتاب، یعنی بعد خواندن نماز عصر تا غروب آفتاب خواندن همه گونه نمازها حرام است. پس حکمت نهی شدن نماز در این وقتها این است که یکم دوری از مانند شدن به کافرانی که در وقت برآمدن آفتاب به آن سجده میکنند، زیرا سجده آنها از روی خرسندی و پیشوازگری آفتاب است و در وقت غروب آفتاب باشد همچون ودا به او سجده میکنند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم حریص به بستن هر دری بودند که ما را آن به شرک میبرد و یا دره که در آن مانندی به مشرکان است. و اما حکمت نهی در وقت قیام آفتاب یعنی در نیم روز پیش از نماز پیشین این است که در آن وقت آتش دوزخ شعله‌ور کرده درهای آن گشوده میشود.